سلام من فاطمه هستم و این پاورقی قسمت 163 سریال شربت زغالخته است. مسعود از یکی از افرادش میخواهد که آزرخش را ترغیب کند تا از او نقطه ضعفی پیدا کنند و علیهش استفاده کنند تا دیگر نتواند برای کسی شاخوشانه بکشد بنابراین هنگام خارج شدن از خانه رسول از او فیلم برداری میکنند روزگار به آزرخش میگوید کمال را پزشکان معاینه کردند و سلامت عقل او را تایید کردند و حالا همه میدانند بچههایش در حق او ظلم کردهاند از رخش میگوید همه می اینها تقصیر هم مردک است و امشب باید در برنامه زنده آبرویش را ببرند تا دیگر برای زندگی کسی تصمیم نگیرد. در این بین روزگر وقتی میفهمد چه من با یک مرد کرده میگوید نمیدونم چه حکمتیه که زنهای خانواده شما علاقه دارن عاشق مردی مرده متعهل بشن از رخ با شرمندگی سکوت میکند عبدالله به یک دسته گل پیش شعله می رود و از او میخواهد به خاطر بچهشان زندگی جدیدی شروع کنند و به هم شانس دوباره بدند اما شعله میگوید حتی که زن تو هم طلاق بدی حاضر نیستم با تو زیر سخت برم عبدالله جواب میدهد تو تنها زنی هستی که عاشقشم و همیشه کنارت خواهم بود و میرود شعله دسته گل را به سینه میفشارد و آه میکشد عبدالله از مباشرش یوسف میخواهد کسی را استخدام کند تا مراقب شعله باشد تا اگر نیاز به کمک داشت کمکش کند ارتغرل به شرکت به دیدن متهان میرود و متهان رو که پوسکنده هر آنچه بین او و مهری افتاده را تعریف میکند ارتغرل جواب میدهد انگار کایهان تو گوشه دخترم خونده تو متحان که تو هم این متهان باور نمیکند که کایهان چنین حرفی زده باشد و همراه ارتغرل پیش کایهان در ارتغرل به محض دیدن کایهان مشتی به صورت او میکوبد و نقش زمینش میکند وقتی همه میفهمند که چه گندی زده از او رو گردن می میشود عبدالله از ارتغرل می میکند و ارتغرل هم میگوید قصد دارد برای یه مدتی همراه دخترش در لندن زندگی کند آمر که از دست کایهان آسیر شده به او میگوید به جای اینکه با زندگی دختر مردم بازی کنی به زندگی دختر خودت برس چی من ازدواج کرده کایهان ناباورانه به خانهاش میرود و لمان را در جریان میگذارد و از آنجا هم به دیدن آزرخش میرود و در مورد اوضاع مالی گوکان میپرسد و این باعث عصبانیت آز می شود. عبدالله به دیدن رسول میرود و میگوید کارهایی که من کردم هیچ ربطی به فاتح نداره همه مسئول کارها و اعمال خودشون هستند ما گرکم و مثل دختر خودمون میدونیم رسول جواب میدهد گرکم دختر عاقل بد و خوبشون میدونه منم به این راضیم همین امشب رو به افتار دعوت می کنم. گرکم به برادرش میگوید زنت وکیل گرفته و درخواست طلاق داده گکان با بیخیالی میگوید چی من هم خوشگل و جوون هم دوستم داره زنم هم همونطور که رفته برمیگرده گرکم با دیدن چی من میگوید دوباره تبریک میگم ماشینه یه زن رو نابود کردی و زن هم میخواهد برای افتار به خانواده ملحق شود فاتح به خانه رسول می روید و از دیدن چمن در آنجا متحیر می شود و وقتی میفهمد با گرکان سیغه شده از او میخواهد سر عقل بگید و به خانهش برگردد اما چمن جواب می دهد تو هیچ نسبتی با من نداری اگه خود تقل داشتی خواهرم ما از دست نمی دادی. سر میز افتار رسول به چمن گوش می کند حالا که معجبه شده باید نماز به و تو روزه بگیرد. چمن چاره جز تمکین ندارد و فاتح به حال او تأسف می گوکان که میبیند این قصه سر دراز دارد در دل میگوید ببین با یه حوض چه بلای سر خودم و خانوادم آوردم اما شب هم با چه من تماس میگیرد و به او تبریک میگوید و مژده میدهد که به زودی به دیدن او و دامادش خواهد آمد اتحان هم به دیدن مهری میرود و بابت همه سوء تفاهم از او عذرخواهی میکند و مهری هم از او میخواهد خودش را عذاب ندهد چون هیچ تقصیری ندارد ممنون از اینکه با من همراه بودید خدا نگهدار